میدونستین یه الف خانگی مثل دابی توی جام آتش بوده که خانوم بوده و همیشه هم مست بوده؟ درود به رفقا، ساحره ها، جادوگرا و ماگلا. اینجا ناکسه، ارائه ای از مرکز دنیای جادوگری. من ایازم و امروز میخوام تفاوت های کتاب هری پاتر و جام آتش رو با فیلمش با همدیگه مقایسه کنم. تفاوت هایی که احتمالاً توی سریال رعایت بشن، چه اونایی که حذف شدن چه اونایی که تغییر کردن. با من همراه باشین. اولین تفاوت، خب مشهورترین تفاوته، اون لحظه‌ای که اسم هری از جام آتش در میاد و دامبلدور واکنش نشون میده. توی فیلم تشر میزنه سر هری و یقه هری رو میگیره و میکوبش تو دیوار. حالا اینقدر نه، ولی خیلی بد برخورد میکنه، انگار داره دعوا داره. ولی توی کتاب کاملاً واکنش طبیعی و آرومی داره. میگه هری تو اسمت انداخت تو جام آتش، همینقدر آروم. ولی توی فیلم اینجوری نیستش. تفاوت دوم یه شخصیته، یه الف خونگی مثل دابی که خانوم بوده و اسمش وینکی بوده. این وینکی تأثیر خیلی زیادی توی روند داستان جام آتش داره. مثلا اون علامت شومی که اولین صحنه‌های فیلم توی جام جهانی کودیچ میاد روی آسمون، وینکی توش دست داشته. یا مثلا توی اون گروهی که توی اون کمپینی که هرمیونی رو انداخته بود واسه جنای خانگی به نام اسپیو یا همون تهوع، و صحنه‌های زیادی بود. یعنی در تمام طول کتاب، تمام طول داستان ما وینکی رو می‌بینیم، ولی توی فیلم هیچ ردی ازش نیست. حتی دابی هم رد آنچنانی ما توی فیلم جام آتش ازش نمی‌بینیم، ولی توی کتاب خیلی حضور داره. کلاً جنای خانگی توی کتاب چهارم حضورشون پررنگه، ولی ما فقط یه صحنه خیلی کوچیک و خیلی سری ازشون توی جام آتش می‌بینیم که اونو من بعد از شاید هزار بار دیدم فهمیدم. همین امسال فهمیدم اصلا، چون با کیفیت خیلی خوب داشتم فیلمو می‌دیدم. مورد بعدی SPU یا همون تهوعی که چند لحظه پیش هم بهش اشاره کردم، یه کمپینی که توسط هرمیونی راه افتاده واسه حمایت از حقوق الفای خونگی، که ما خیلی درگیری‌های هرمیونی مشغله ذهنیاشو می‌بینیم. و خب این قضیه خیلی توی کتاب همراه هرمیونی است، ولی اصلا ذره توی فیلم بهش اشاره‌ای نمیشه. و خب ماجرای بامزه و تاثیرگذاری هم دنبال خودش میکشه و اصلا انگار یه جورای اولین استارت های شخصیت هرمیونی واسه شغل آینده‌شه. حتی که خب دابی و وینکی رو هم دنبال خودش توی این قضایا میکشه. مورد بعدی دورمسترنگ و بوباتونه، که همونجوری که توی برنامه افسانه های بیدل هم احتمالاً دیدین، کلا این دو تا مدرسه رو یه جور متفاوتی توی فیلمشون دادن. توی جفت این مدرسه ها هم دانش آموز دختر هست هم پسر، ولی توی فیلم این قضیه رو کاملا متفاوت نشون دادن. واسه دورمسترنگ فقط در فقط پسر نشون دادن، واسه بوباتون هم فقط در فقط دختر نشون دادن. ولی در صورتی که توی کتاب تو جفت این مدرسه ها هم دانش آموز دختر هست هم دانش آموز پسر هست. و خب به طبع این قضیه شخصیت هاش هم متفاوت شده، یعنی شخصیت های دختر و پسر از دو تا طرف هست شدن و کلن جزئیات ریز و متفاوتی رو از این دو تا مدرسه ما میبینیم که کلن توی فیلم نبوده، یعنی میخونیم که توی فیلم نبوده. اگه افسانه های بیدل رو ندیدین حتما حتما بریم ببینیم، لینکش این بالاها میاد. مورد بعدی اولین مرحله مسابقه سه جادوگره. اولین مرحله خب اژدهاست دیگه، تو هم تو کتاب هم توی فیلم. ولی توی فیلم این اژدها خیلی اکشن شده، اصلا میاد بیرون میپیچه دور قلعه، هری اینور اونور میره، خیلی صحنه‌های خیلی اکشن و نفسگیری حتی داره. ولی توی کتاب نه، توی کتاب توی همون محوطه مسابقه جدالشون رو با هم دیگه دارن. البته توی کتاب هم خیلی خفن و باحاله، ولی توی فیلم خب به طبع چون فیلمه خیلی اکشن تر شده. تفاوت بعدی هم اون گیاه آب ششزاییه که توی فیلم نویل میده به هری، گیلیوید یا همون گیاه آب ششزا. ولی توی کتاب دابی اون گیاه رو میده به هری، اونم دقیقا مثل فیلم آخرین لحظه ها بهش میده. و خب ما یه بار دیگه تأثیر الفای خونگی توی کتاب رو توی جام آتش میبینیم، که این الفای خونگی کلن از جام آتش توی فیلمش حذف شدن. مورد بعدی حذف یه شخصیت از ریشه است، دقیقا مثل وینکی که کلن حذفش کردن. این دفعه هم این شخصیت رو کلن توی فیلم نمیبینیم. به نام این شخصیت اسمش هست لودو بگمن. لودو بگمن یه شخصیت قماربازیه که توی کتاب توی داستان خیلی سعی داره به هری تقلب برسونه، که خب چون روی مسابقه قمار بسته و اینا. و هری وقتی مثلا میره به گذشته توی اون پنسیو، اون قدح خاطرات، لودو بگمن رو میبینه که توی دادگاه مرکارها هستش. ولی خب این شخصیت هم کلن از فیلم حذف شده، یعنی خیلی از طرفدار هری پاتر کتابو نخوندن اصلا از وجود این شخصیت آگاه نیستن. به نظرم اگه کتابو نخوندین و نمیشناسینش حتما برین پادکست لوموس رو گوش کنید، چون توی اون این لودو بگمن از اولش هست و هر قسمت لوموس راجبش بحث میشه تا آخر.
حتما اگه کتاب رو میخونید حداقل پادکست رو گوش کنید. مورد بعدی موانعی هستش که توی مرحله سوم مسابقه سه جادوگر ما میبینیم. توی فیلم 1000 تو هستش، خب تو کتابم 1000 تو هستش، ولی این موانعی که توی فیلم هستن با کتاب متفاوته. نه متفاوت که نه، توی کتاب خیلی چیزای خفن‌تری داره. مثلا یکی از چیزاست که من واقعا دوست داشتم ببینمش توی فیلم اسفینیکسه، یکی از اساطیر مصر که بدن شیر داره و سر زن، دقیقا همون مجسمه ابوالهولی که توی کنار اهرام ثلاثه مصره، یکی از اساطیر خیلی قدیمیه و خب توی بیشتر داستانهای فانتزی هم ما دیدیمش. این موجود ازت چیستان میپرسه و اگه جواب درست بده خب ازش رد میشی، اگه نه میکشتت میخورتت. و موانع دیگه، یعنی موانع توی 1000 توی کتاب خیلی متفاوت تر بودن و خیلی هم جذاب تر بودن، یعنی کاش اونا موانع قسمت سوم یعنی مرحله سوم میشدن. مورد بعدی انیماگوس بودن یا همون جانور نما بودن ریتا اسکیتره. ریتا اسکیتر خب یه روزنامه نگار بود که خیلی هم رو اعصاب بود و همه واسه شون سوال بود که این همه خبر رو یواشکی از کجا میفهمه، منبع آگاهی این شخصیت کیه که اینقدر با جزئیات بهش اطلاعات میده. که خب توی کتاب ما میفهمیم که این شخص تبدیل به سوسک میشه و میره همه جا جاسوسی میکنه، ولی توی کتاب توی فیلم این قضیه رو اصلا توضیح نمیده، یعنی لااقل تا جایی که معلومه اصلا توضیحش نمیده که این چجوری این همه خبر رو میفهمه. اصلا تا در خبرایی هم که حتی توی فیلم میده رو خب خیلی کمش کرد، اصلا خیلی از صحنای مربوط به تاریسکیتر حذف شده، صحنایی که خیلی باحال بودن و تاثیرگذار بودن و حتی آدما به فکر وامی داشتن. و به تبع اون سرنوشتی که بهش دوچار میشه، در آخر هرمیونی رو میذاره توی بطری و زندانیش میکنه که حقش هم بوده، ولی خب اینم خب از فیلم حذف شده. مورد بعدی و آخرین مورد سرنوشت بارتی کراچ جونیوره. توی فیلم ها میبینیم که بهش میگن خب قراره بره زندان آزکابان، ولی توی کتاب نه، توی کتاب دمنتور رو ازش بوسش میکنن و دوچار بوسه دمنتور میشه و روحش رو از بدنش میکشن بیرون و خب وقتی که روحی هم نداشته باشه طبیعتاً دادگاهی هم که برگزار بشه نمیتونه از خودش دفاع کنه و ما میدونیم که توی دنیای جادوگری این بوسه دمنتور بدترین نوع اتفاقی که میتونه واسه شخص بیفته. تفاوت‌های فیلم و کتاب جامعاتش واقعاً زیاد بود، یعنی بیشترین تفاوت رو نسبت به بقیه مجموعه دارن. اونقدر زیاد بود که من خسته شدم وسطاش و گفتم 10 تای اصلیش رو میام مینویسم و واسه این ویدیو میگمشون. اینجوری بهتون بگم که انگار کارگردان برش کتاب رو خونده و اومده سر صحنه فیلم برداری هرچی تو ذهنش بوده ساخته. اینقدر متفاوت، یعنی حتی اون صحنه هم که شبیه کتاب بازم از نظر مثلا تایملاین عقب جلوه، از نظر شخصیت ها متفاوته، کلن به طرز پشم ریزونی فرق داره کتاب با فیلم. به نظرم اگه هیچ کدوم از کتاب های هری پاتر رو نخوندین حداقل این جامعاتش رو بخونین، چون اونقدر فرق داره که کارگردان های بعدی واسه فیلم های بعدی مجبور شدن کلن سیستم داستان رو عوض کنن. سه تا قسمت اول هری پاتر اوکی بود، خیلی شبیه کتابش بود، ولی اینجا 4 اونقدر بده به نظر من حتی که مجبور شدن فیلم های بعدی رو هم به تبع اون یکم تغییرات توش بدن. حالا اونها هم باز خیلی متفاوته، ولی 4 متفاوت ترین فیلم بود. نظری راجع به این ویدیو داشتین بگین، اگه نظری راجع به کتاب و فیلم جامعاتش هم دارین حتما بگین، کامنت کلا یادتون نره، کامنت خیلی دلچسبه، من ویدیوهای بعدی ما از روی کامنت های شما میسازم. لایک و کامنت هم یادتون نره. به سایت ویزاردینگ سنتر هم سر بزنین، بخش های متفاوت و جالبی داره، مخصوصا فروشگاه دمنتورش. بخش ناکسش هم ببینید. خدافظ.